17 مهر 1346، 9 اکتبر 1967، اعدام ارنستو چگوارا. ارنستو گوارا پزشکی اهل آرژانتین بود. در روزگار نوجوانی با موتورسیکلتش بخشای وسیع از منطقهش یعنی آمریکای لاتین را گشت و دریافت که ردپای استعمار غرب در تمام خاک آمریکای لاتین دیده می شود. در آن دوران دولت‌های آمریکای لاتین معمولاً دست نشانده آمریکا بودند و هر تلاشی از سوی آزادی‌خواهان برای نجات از سلطه آمریکا با سرکوب شدید دیکتاتورهای مورد حمایت آمریکا روبرو می‌شد. دکتر گوارا در سن جوانی دوباره به کشورهای آمریکای لاتین سر زد. این بار او وقتی به کشور گواتمالا رسید که مردم آن کشور به تازگی از طریق دموکراتیک رئیس جمهور مورد نظر خود را انتخاب کرده بود. رئیس جمهور منتخب مردم گواتمالا طرحی را اجرا کرد که بنا به آن زمین‌هایی که مدتی است از آنها استفاده نشده میان روستایان فقیر تقسیم شود. اما رئیس جمهور برای این کار باید با زمینداران عمده روبرو می‌شد. بزرگترین مالک این زمین‌ها شرکت آمریکایی یونایتد فروتس بود. شرکتی که کشورهای کوچک آمریکای لاتین را برای تولید میوه و به خصوص موز استعمار می‌کرد و با آنها لقب جمهوری‌های موز را داده بود. برنامه رئیس جمهور مردمی گواتمالا آنقدر دکتر گوارا را تحت تاثیر قرار داد که تصمیم گرفت در گواتمالا بماند و به این طرح کمک کند. اما آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا با طرح CIA برای نجات منافع شرکت آمریکایی موافقت کرد و کودتای آمریکایی در گواتمالا انجام شد. تمام امیدهای دکتر جوان به هم ریخت. او بعدها نوشت آخرین دموکراسی انقلابی مردم آمریکای لاتین به خاطر کودتای آمریکایی از بین رفت. کودتایی که مأمور اجرای آن جان فاستر دالس بود، وزیر دفاع و تصادفاً وکیل و سهامدار شرکت یونایتد فروتس. از آن پس دکتر جوان دانست با سلطه جهانی آمریکا نمی‌شود از راهی جز مبارزه مسلحانه روبرو شد. دکتر جوان به مکزیک رفت و با آزادی‌خواهان کوبایی همراه شد. در آن زمان رهبر این آزادی‌خوان جوانی به نام فیدل کاسترو بود. گوارا یکی از فرماندهان اصلی نیروهای کاسترو شد. انقلاب کوبا آغاز شد. کاسترو و یارانش توانستند دولت غربگرای کوبا را که دست نشانده آمریکا بود سرنگون کنند. دکتر گوارا که در آن زمان به چه گوارا مشهور شده بود، به عنوان سخنگوی دولت کوبا به سازمان ملل رفت و با محکوم کردن سیاست‌های آمریکا گفت: کسانی که فرزندان خود را می‌کشند، کسانی که میان فرزندان میهن خود به خاطر رنگ پوستشان تبعیض قائل می‌شوند، کسانی که اجازه می‌دهند قاتلین سیاه‌پوستان آزاد بمانند و حتی بیش از این کسانی که جمعیت سیاه‌پوست را به خاطر تقاضای حق قانونی خودشان مجازات می‌کنند، چگونه چنین کسانی می‌توانند خودشان را مدافع آزادی بدانند؟ چه به سرعت به چهره اول ضد آمریکایی در آمریکای لاتین بدل شد. او به اکثر کشورهای دنیا سفر می‌کرد و علیه سیاست‌های آمریکا و غرب سخنرانی می‌کرد. آخرین سخنرانی او در سمینار اقتصادی اتحاد آفریقا و آسیا بود. او در این سخنرانی اعلام کرد که کشورهای نیمکره شمالی به رهبری آمریکا و شوروی در حال استعمار کشورهای فقیر نیمکره جنوبی هستند. او آشکارا شوروی را که گمان می‌شد به مواضع او نزدیک باشد مورد حمله قرار داد و آن را کشوری استعمارگر مانند آمریکا خواند. بعد از این سخنرانی او دیگر در انظار عمومی دیده نشد. کاسترو اعلام کرد که دکتر ارنستو چگوارا از همه پست‌های دولتی استعفا داده است. چه به کنگو رفته بود تا در قلب آفریقای سیاه برای شکست دولت وابسته به غرب آن کشور دست به عملیاتی نظامی بزند. اما CIA با ارتش وقت کنگو همراه شد تا طرح‌های چرا به بن‌بست برساند. او سپس به بولیوی رفت. در آن زمان دولتی دست نشانده آمریکا در بولیوی حکمرانی می‌کرد. چگوارا انقلاب شکست خورده‌ای را آغاز کرد. او تصور می‌کرد صرفاً با نیروهای بولیوی همراه است، غافل از اینکه مقامات کاخ سفید تیمی از زبده‌ترین مشاوران CIA را همراه با کماندوهای ویژه به بولیوی فرستاده است. همچنین ارتش آمریکا نیروهای بولیویایی را مجهز کرده و تعلیم داد. سرانجام در روز 8 اکتبر سال 1967 چه محاصره و دستگیر شد. خبر دستگیری او از سوی مقامات مخفی باقی ماند. او را یک شب در مدرسه روستایی نزدیک محلی که در آن دستگیر شده بود نگهداری کردند. در این مدت مقامات دولت دستنشانده بولیوی در جستجوی تصمیمی برای شخصیت مشهور چه بودند. سرانجام تصمیم بر آن شد که او را مخفیانه اعدام کنند و سپس به دروغ اعلام کنند که چه در حین درگیری کشته شده است. روز 8 اکتبر 1967 برابر با 17 مهر ماه 1346 او را داخل همان مدرسه روستایی تیرباران کردند.
امروز شخصیت چگورا برای مبارزین ضد امپریالیستی آمریکای لاتین نماد مبارزه با سلطه جهانی آمریکا شده است.